بدانید و آگاه باشید که دختران و پسران با غیرتمان هنوز با سنگرهای محکم در خیابانها هستند و صدای انقلاب ایران بلندتر از همیشه در سر تا سر ایران و جهان طنین انداز است. خامنه ای قاتل و فرماندهان جنایتکارش همچنان از طنین این صدای آزادی خواهی جوانان ایران زمینمان بر خود می‌لرزند و ترسیده بر پایه‌های حکومت فاسدشان چنگ انداخته و با ناتوانی مطلق سعی در نگاه داشتن آن دارند. سیستم کثیف جمهوری اسلامی با کاسلیسان سپاهی و بسیجی و نظامی و اراذل و اوباشش، با هزاران هزار ترفند جنایتکارانه خودش دختران و پسران زیبا و شجاع ما را در بند کرده و مجبور به اعترافات اجباری می کند و دادگاه های گاهن مجازی برگزار می کند و حکم های وحشیانه بلند مدت و حتی اعدام صادر می کند. اما خودشان هم می دانند این اقدامات شتاب زده شان نه تنها ما را نمی ترساند، بلکه صدای آزادی خواهی من را بلندتر می کند. عزیزان من در بند و مادران و پدران داغ دیده بر سر مزار عزیزانشان فریاد آزادی می کشند و ما نیز هم به خواست تمام پاره های تن من به مبارزه ادامه خواهیم داد. امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه، امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه، امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه، امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه. جامعه جهانی بیدار شده است و جمهوری اسلامی هر روز بیشتر از پیش غرق در منجلاب تباهی می شود. از زمان شروع انقلاب زن زندگی آزادی با صدای بلند از تمامی کشورهای غربی خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی شدیم و حال قدم به قدم به آن نزدیکتر شده ایم. در هفته‌های گذشته آمریکا و انگلیس اقدام به عملی کردن این خواسته برحق کردند و حال اتحادیه اروپا آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد و ما به عنوان ایرانیان ساکن کانادا باز هم با صدای بلند اعلام می‌کنیم دولت کانادا موظف است، دولت کانادا موظف است که سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد و تمامی عوامل کثیف جمهوری اسلامی را اخراج و اموالشان را بلوکه کند و در تمامی کشورهای دنیا باید تمامی سفرهای ایران اخراج و روابط دیپلماتیک با آنها قطع شود و باید تمامی سفرهای خود را از ایران بیرون بکشند. اگر این کشورها و مخصوصا کانادا از انجام به این خواسته سر باز زنند به معنای مشارکت در قتل‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی در ایران است. و
پرس کردنتان به درون باطلاق سیاه تاریخ است. چرا که امید را مادری با نام وطن یاد ما داد. زنده باد ایران و ایرانی. زنده